تخت جمشید را در جهان به عنوان نماد تمدن پارسی ایران زمین می شناسند. محوطه تخت جمشید در نزدیکی مرودشت شیراز در استان فارس شکوه معماری کاخ پادشاهان در عصر ایران باستان را نشان می دهد. پادشاهان هخامنشی در اوج قدرت کاخهای سنگی خود را در دل کوه و در نزدیکی شهر شیراز برپا کردند تا برای آیندگان تصویری روشن از گستره فرمان روایی خود به یادگار بگذارند. تخت جمشید را در جهان با نام پرسپولیس می شناسند که این نام به زبان یونانی است. ستونها، سرستونها، کتیبه ها، نقش های برجسته، کاخ ها و دروازه های باقی مانده در محوطه تخت جمشید از مشهورترین آثار تمدن در جهان به شمار می آید. محوطه تخت جمشید که نام دیگر آن سرزمین پارسنیز هست، گردشگران زیادی را از سراسر جهان در طول سال به شیراز می کشاند. ساخت بنای تخت جمشید در حدود 25 قرن پیش و در دامنه کوههای رحمت توسط داریوش هخامنشی آغاز شد. در ساخت بنای تخت جمشید معماران و هنرمندان بیشماری شرکت کردند و این بناهای عظیم توسط کارگران زن و مرد ساخته شده است. اما آنچه در تاریخ بر ارزش تخت جمشید می‌افزاید شیوه رفتار پادشاهان هخامنشی با کارگران است که در ایران باستان در قبال زحمت کارگران به آنها حقوق و مزایای مناسب پرداخت می‌کردند. بنا به اطلاعات موجود در کتیبه‌ها، ساخت بنای تخت جمشید در حدود 120 سال به طول انجامیده است. فرهنگ برجسته حاکمان ایران باستان در زمان هخامنشیان سبب شهرت دوچندان تمدن ایران باستان در جهان شده است. زمان آغاز ساخت بناهای تخت جمشید به سال 518 پیش از میلاد، یعنی در حدود بیش از 2500 سال پیش باز می‌گردد. داریوش اول که سومین پادشاه هخامنشیان بود، دستور به ساخت کاخ عظیم در کوههای اطراف مرودشت داد. اما مراحل ساخت عمارت‌ها و مجسمه‌های تخت جمشید زمان زیادی به طول انجامید و در دوره پادشاهان بعدی نیز ادامه داشت. هر کدام از کاخ‌های موجود در محوطه تخت جمشید در زمان یکی از پادشاهان هخامنشی ساخته شدند. شکوه و زیبایی بناهای تخت جمشید امروزه نیز باعث شگفتی طراحان و مهندسان می‌شود. تا جایی که ساخت چنین مجموعه عظیم را در زمان حال حاضر و با وجود امکانات گسترده ساده نمی‌دانند. با توجه به کتیبه‌های باقی مانده از هخامنشیان در مکان‌های مختلف، هدف داریوش از ساخت این بنا را می‌توان به جا گذاشتن نمادی از ایران باستان مترقی دانست. برای برپا کردن کاخ‌ها و عمارت‌ها تا چندین سال کارگران مشغول به کندن کوه‌ها و هموارسازی سطوح کوهپایه‌ای بودند. اصلی ترین ماده در ساخت بنای کاخ‌ها سنگ بود که از انواع آنها با مقاومت‌های مختلف استفاده می‌شد. تراشیدن سنگ‌ها و صیقلی کردن آنها در قطعات بزرگ و حمل آنها به ارتفاع از جالب توجه ترین بخش‌های ساخت کاخ‌ها است که توجه مهندسان، معماران و طراحان امروزی را جلب می‌کند. ساخت و تکمیل کاخ‌های تخت جمشید تا اواخر حکومت هخامنشیان همچنان ادامه داشته است. اما بخش‌های زیادی از این بنا در زمان داریوش اول، خشایارشاه و اردشیر اول ساخته و تزئین شدند. کاخ‌های مجلل تخت جمشید تا سالیان دراز محل سکونت پادشاهان هخامنشی بود و تا امروز نیز از برجسته‌ترین و ماندگارترین اسناد تاریخی ایران باستان به شمار می‌رود. انتخاب کوه‌های اطراف مرودشت نیز توسط داریوش اول با توجه به موقعیت مکانی کوه نسبت به طلوع و غروب خورشید، جلگه‌های سرسبز در محیط اطراف آن و قرار گرفتن این منطقه در مسیر راه شاهی بسیار هوشمندانه بوده است. دوران شکوه تخت جمشید تا حمله اسکندر مقدونی به ایران ادامه داشت. در سال 334 پیش از میلاد، اسکندر مقدونی به همراه سپاهیان خود به ایران حمله کرد و پس از رسیدن به مقر پادشاهی هخامنشیان، خانه ها را غارت کردند و میراث تخت جمشید را به آتش کشیدند. نفرت و کینه اسکندر از پادشاهان قدرتمند هخامنشی باعث شد تا اسکندر کاخ خشایارشاه را به آتش بکشد.
اما آتش به سایر نقاط سرایت کرد و سبب نابودی قسمت‌های گسترده‌ای از تخت جمشید شد. پیش از ویرانی تخت جمشید، کاخ‌ها و عمارت‌های هخامنشیان به دلیل قرار داشتن در یکی از بهترین نقاط ایران در پای کوی رحمت یا مهر که میترا نیز خوانده می‌شد، بسیار خوشمنظره بود و چشم‌انداز زیبایی به دره‌ها و جلگه‌های اطراف داشت. داخل تخت جمشید محوطه‌ای شبیه به شهرک بود و حد فاصله بین کاخ‌ها را خیابان کشی کرده بودند. طراحی داخلی تخت جمشید با توجه به معیارهای مهندسی و معماری امروز بسیار پیشرفته بوده است و در تقسیم بندی محله‌های داخلی نزد و طراحی مدرن به چشم می‌خورد. کاخ‌های تخت جمشید کاربری‌های متفاوتی داشتند و از هر کدام از آنها در مراسم و جشن‌های مختلفی استفاده می‌شد. قدمت بنای تخت جمشید از 2500 سال فراتر می‌رود. در نقاطی از ایران آثار تاریخی به جا مانده از ایلامیان و حکومت‌های اولیه در ایران باستان کشف شده است، اما تخت جمشید را با توجه به عظمت و شکوه بالایی که دارد می‌توان برجسته‌ترین اثر تاریخی از دوران باستان در ایران دانست. شهرت تخت جمشید جهانی است و در بسیاری از موزه‌های معروف جهان از نمونه آثار کشف شده در تخت جمشید نگهداری می‌شود. گرچه تخت جمشید در کشور ایران قرار دارد، به لحاظ ظرفیت‌های برجسته تاریخی و دارا بودن نشانه‌هایی از قدیمی‌ترین تمدن‌های تاریخی، گنجینه عظیم برای تمام دنیا به شمار می‌رود. از این رو نام تخت جمشید به عنوان دومین اثر تاریخی و فرهنگی در ایران در سال 1979 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.